به کودکانه خوش اومدید. داستان اول، روباه و زاغ. دوستان عزیزم، تو این ویدیو بعد از کارتون روباه و زاغ 11 کارتون زیبای دیگه هم هست. پس این ویدیو رو تا آخر ببینین و از بقیه داستان‌ها و کارتونامون هم لذت ببرین. تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. کلی کارتون قشنگ براتون داریم. یادتون نره ما رو دنبال کنید. یکی بود، یکی نبود. توی یه روز آفتابی، آقا کلاغه یه قالب پنیر دید. زود اومد و اونو با نوکش برداشت و پرواز کرد. روی درختی نشست تا آسوده پنیرشو بخوره. روباه که مواظب کلاغ بود و دید که اون قالب پنیر رو برداشته، پیش خودش فکر کرد که کاری کنه تا قالب پنیر رو به دست بیاره. روباه نزدیک درخت رفت و به آقا کلاغه که نشسته بود روی شاخه درخت گفت: به 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 به، چه بالی، چه پری، چه زیبایی، خوشگل رنگی ها، فروبال سیاه رنگ ها، تو دنیا رنگی مثل رنگ مشکی نیستش، باور کن. دیگه از سر و دومت نگم، خیلی قشنگه. چقدر پاهات قشنگه، حیف که صدات نیست. اگه میشه صدات هم بشنوم، فکر کنم تو از همه پرنده ها بهتری. کلاغ که با تعریفای روباه مغرور شده بود، خواست تا قارقار کنه تا روباه بفهمه که صداش هم صدای قشنگیه. اما چون پنیر به منقارش بود، به محض اینکه خواست قارقار کنه، پنیر از منقارش افتاد. آقا روباهه اون رو برداشت و فرار کرد. تازه آقا کلاغه متوجه شد که روباه به اون حقه زده تا بتونه به پنیر برسه. ای بابا آقا کلاغه زود باور. بچه ها یادمون باشه که هوش چیز خیلی خوبیه. باعث میشه که ما با هوش زیاد بتونیم به هر چیزی که دوست داریم برسیم. اما حق بازی کار خیلی بدیه. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. داستان دوم، روباه بدجنس. دوستان عزیزم، تو این ویدیو بعد از کارتون روباه بدجنس 10 کارتون زیبای دیگه هم هست. پس این ویدیو رو تا آخر ببینین و از بقیه داستان‌ها و کارتونامون هم لذت ببرین. تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. کلی کارتون قشنگ براتون داریم. یادتون نره ما رو دنبال کنین. روزی روزگاری روباهی پوستینی پیدا کرد. جلو رفت و اونو برداشت. خوب نگاهش کرد و با خودش گفت: عجب پوستین خوب و گرمیه. اونو بر میدارم و استفاده میکنم. حتما به دردم میخوره. روباه پوستین رو روی دوشش انداخت و به راهش ادامه داد. در بین راه گرگی به روباه رسید. با تعجب به اون نگاه کرد و جلو رفت و پرسید: عجب پوستین خوبی داری. روباه گفت: بله، پوستینش گرم و نرمه. زمستون که بشه راحتم. دیگه از سرما نمیترسم. این پوستین از پوست گوسفند درست شده. پشماشم بلنده، منو گرم نگه میداره. گرگ با حسرت به پوستین نگاه کرد و روباه فهمید که گرگ هم دلش میخواد پوستینی مثل اون داشته باشه. تو همون لحظه نقشه‌ای کشید. میخواست به گرگ کلک بزنه. پس به گرگ گفت: میخوای پوستینی مثل این داشته باشی؟ آره خوب، خیلی دوست دارم، دلم میخواد. روباه گفت: این که کاری نداره بابا، خیلی راحته، میتونی راحت صاحب یه پوستین بشی. گرگ گفت: اون وقت چطوری؟ روباه بهش گفت: کار من کلن پوستین دوزیه، خودم برات یه پوستین خوب میدوزم، فقط یه شرطی داره جناب گرگ. گرگ پرسید: چه شرطی؟ روباه با همون مکاریش جواب داد: راست شرطش اینه که یه گوسفند شکار کنی، برای من بیاری تا منم با پوستش برات پوستین بدوزم. گرگ خوشحال شد و رفت. گوسفندی شکار کرد و اونو نزد روباه آورد. روباه گوسفندو گرفت و گفت: سه روز دیگه بیا، پوستینت رو تحویل بگیر، حالشو ببر.
سه روز بعد گرگ به سراغ روباه رفت. از اون پرسید: ببینم پوستین من حاضره؟ روباه گفت: نه جناب گرگ، گوسفندی که آورده بودی خیلی کوچیک بود، پوستش برای پوستین تو کافی نبود، یه گوسفند دیگه بیار. گرگ رفت و گوسفند دیگه ای آورد. روباه با خوشحالی اونو گرفت و گفت: سه روز دیگه بیا تحویل بگیر. اما سه روز بعد وقتی گرگ به خونه روباه رفت، پوستین حاضر نبود. روباه گفت: گوسفندی که آورده بودی پوستش رو کندم، دیدم پوستش خیلی نازکه، پوستش به درد پوستین نمیخورد، بعد پوستینش هم خوب در نمی اومد، باید یه گوسفند دیگه بیاری. معذرت ها. گرگ رفت و سومین گوسفند رو هم آورد. روباه هم گفت: سه روز دیگه بیا پوستینتو ببر. اما سه روز بعد باز هم پوستین حاضر نبود. این بارم روباه خواست بهونه‌ای بیاره، اما گرگ خیلی عصبانی شده بود. روباه رو به کناری پرت کرد و داخل خونش شد. میخواست ببینه چه خبره. دید کلی پوست و استخون گوسفند توی حیاط خونه روباه ریخته شده. همه چیز رو فهمید. حالا دیگه آقا گرگ کلی از آقا روباه عصبانی بود. سمتش دوید تا کاملا حالش رو سر جاش بیاره و حقش رو کف دستش بذاره. اما روباه بدجنس از خونه بیرون دوید و فرار کرد. هنوزم که هنوزه آقا روباه از دست آقا گرگ فراریه. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. داستان سوم، خواب زرافه. دوستان عزیزم، تو این ویدیو بعد از کارتون خواب زرافه 9 کارتون زیبای دیگه هم هست. پس این ویدیو رو تا آخر ببینین و از بقیه داستان‌ها و کارتونامون هم لذت ببرین. تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. کلی کارتون قشنگ براتون داریم. یادتون نره ما رو دنبال کنید. زرافه کوچولو یه آرزوی عجیب و غریب داشت. یه شب آرزو کرد که گردنش خیلی خیلی بزرگ بشه. بچه‌ها میدونید که گردن زرافه‌ها بلند و درازه. اما زرافه کوچولوی قصه ما دلش می‌خواست خیلی خیلی دراز باشه، چون می‌خواست به آسمونا بره و با ابرا و ستاره‌ها بازی کنه. همون موقع فرشته آرزوها از اونجا رد می‌شد. وقتی صدای زرافه کوچولو رو شنید، آرزوشو برآورده کرد. بچه‌ها چقدر خوبه ها؟ فکر کنید آرزوی آدم همون موقع برآورده بشه. البته آرزوی بچه‌ها خیلی وقتا زود برآورده میشه. خلاصه گردن زرافه کوچولو دراز و دراز و درازتر شد. اون انقدر بلند شد تا به آسمون رفت. یوهوی خودشو کنار ابر دید. کمی با ستاره ها و ماه بازی کرد. حالا دیگه گرسنه شده بود. دلش میخواست کلی علف تازه بخوره. اما اون بالا بود. تنش روی زمین بود و سرش تو آسمونا بود. چطور میتونست برگ بخوره؟ چطور میتونست علف تازه بخوره؟ انقدر گرسنه شد که ستاره ها رو خورد. ای وای، ستاره ها رو چرا خوردی؟ اون بازم دلش غذا میخواست. این بار ماه رو هم خورد. حالا آسمون تاریک تاریک شده بود. اون خیلی ترسید. مادرش رو صدا زد. اما بچه ها، زرافه کوچولو، اون بالا بالاها، مامانش اون پایین رو زمین، چطور میتونستن به هم کمک کنن؟ زرافه کجا و مامانش کجا؟ خلاصه زرافه کوچولو از اینکه آرزو کرده بود گردنش دراز بشه کلی پشیمون شده بود. مامانش صداشو نمیشنید و اون زار و زار گریه میکرد. دنبال فرشته آرزوها گشت، اما فرشته آرزوها نبود. سرشو گذاشت روی یه ابر پشمالو و نرم. حالا دیگه خوابش گرفته بود.
اون سرشو گذاشت و خوابید. صبح شده بود. زرافه از خواب بیدار شد. خودشو روی شکم مادرش دید. آره بچه ها، سر زرافه کوچولو روی شکم گرم و نرم مادرش بود. اون همه اینا رو خواب دیده بود. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. داستان چهارم، لاک پشت و مرغابی. دوستان عزیزم، تو این ویدیو بعد از این کارتون 8 کارتون زیبای دیگه هم هست، پس این ویدیو رو تا آخر ببینین و از بقیه داستان‌ها و کارتونامون هم لذت ببرین. تا پایان ویدیو با ما همراه باشین، کلی کارتون قشنگ براتون داریم. یادتون نره ما رو دنبال کنید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. توی یه برکه دوتا مرغابی به اتفاق یه لاک پشت با هم زندگی می کردن. اونا دوستای خیلی خوبی بودن. تمام طول روز رو با هم می گذروندن و همدیگر رو هم خیلی دوست داشتن. اما برکه رفته رفته خشک شد، طوری که زندگی کردن دیگه اونجا داشت سخت می شد. مرغابیا وقتی این وضع رو دیدن پیش لاک پشت اومدن و به اون گفتن که کوک 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 کوک، دوست عزیزم ما برای خدافظی اومدیم، کوک کوک، دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم. درسته که دوری از تو برای ما خیلی سخت و ناراحت کننده است، اما چاره دیگه ای نداریم، باید اینجا رو ترک کنیم، باید بریم یه برکه دیگه، کوک 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 کوک. لاک پشت وقتی که دید مرغابی ها اینجوری میگن شروع کرد به گریه کردن. گفت دوستای خوب من، خب خوش شدن این آب برکه برای منم پر ضرره، منم نمیتونم اینجا زندگی کنم. خب یه کاری بکنین بابا، خب منم با خودتون ببرین. مرغابی ها با همدیگه گفتن اتفاقا دوری از تو برای ما خیلی سخته، کوک 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 کوک، ما اگه یه جای خوش آب و هوا بریم اونجا به ما خیلی بد میگذره، اصلا نمیتونیم بدون تو لذت ببریم، کوک 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 کوک. پس مرغابی ها شروع کردن به فکر کردن که باید چی کار کنن تا بتونن لاک پشت رو هم با خودشون ببرن. اونا انقدر فکر کردن و فکر کردن تا تونستن بالاخره راه حلی پیدا کنن. به سراغ لاک پشت اومدن تا راه حل خودشون رو با لاک پشت در میون بذارن. رو به لاک پشت کردن و به اون گفتن کوک 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 کوک، اگه میخوای که تو با ما بیای کوک 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 کوک، باید به حرف ما گوش کنی، کوک 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 کوک. لاک پشت قبول کرد. اونا به لاک پشت گفتن کوک 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 کوک، وقتی تو رو برداشتیم و به آسمون پرواز کردیم، اگه مردم ما رو دیدن و چیزی گفتن، پاسخ اون را اصلا نده، کوک 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 کوک، تو اصلا نباید حرف بزنی، بذار مردم هر چی دوست دارن بگن، کوک 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 کوک. لاک پشت هاج و واج قبول کرد. مرغابی ها رفتن و با خودشون چوبی آوردن و لاک پشت میونه ی چوب و محکم به دهانش گرفت و مرغابی ها هم هر کدوم یه طرف چوب رو برداشتن و پرواز کردن. توی راه مردم اونها رو می دیدند و تعجب می کردن و از هر طرفی صدایی بلند می شد. یکی بلند می گفت ببینید لاک پشت داره پرواز می کنه. لاک پشتم مگه پرواز می کنه؟ ای بابا ولکنم نبودن، پشت هم می گفتن. لاک پشت مدتی ساکت موند و اما طاقت نیاورد و گفت کورشه، هر کی که نمیتونه ببینه ما داریم پرواز میکنیم. تو همون حال که دهان خودش رو باز کرد از آسمون به زمین افتاد و دیگه ازش خبری نشد. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. داستان پنجم، ماشین مورچه‌ای. دوستان عزیزم، بعد از این کارتون هنوز داستان‌های زیبایی دیگه ای هم تو این ویدیو هست، ما را دنبال کنید. زیر آسمون خدا توی یه جنگل بزرگ و سرسبز 3 تا مورچه بودن که با هم دوست بودن. 3 تا مورچه قصه ما هر روز برای تهیه غذا با هم بیرون می رفتن. اونا با هم بازی می کردن و با هم غذا پیدا می کردن.
اونا هر روز زحمت زیادی می کشیدن تا غذاهای سنگین رو به این ور و اون ور ببرن و به خونشون حمل کنن. یه روز مورچه ها یه خوراکی پیدا کردن که خیلی خوشمزه بود، اما خیلی خیلی سنگین بود. حملش برای اونا خیلی سخت بود چون اونا خیلی کوچولو بودن. آخه مورچه ها بعد از کلی تلاش تونستن خوراکی رو یک کمی کوچولو جا به جاش کنن، ولی بعدش خیلی خسته شدن. هر کدوم یه گوشه ای روی زمین ولو شدن، میخواستن کمی استراحت کنن. یه دفعه یه مورچه با صدای بلند فریاد زد: راستی بچه ها یه سوال، چرا با باشید نداریم؟ با خسته نیستی با؟ ولی چرا باشید نداریم؟ چرا آدم ها همه چیزای سنگینشون رو با باشید حمل میکنن؟ اما ما نه، همه چیزمون رو هی باید بذاریم رو دوشمون، هی این ور و ور ببریم. حرف این مورچه انقدر عجیب بود که برای چند لحظه هر سه تاشون ساکت شدن، توی فکر فرو رفتن و توی ذهنشون از خودشون میپرسیدن: راستی چرا ما ماشین نداریم؟ چرا آدما ماشین دارن و ما ماشین نداریم؟ واسه یه چی اینجوریه؟ داشتن از خودشون همینجوری سوال میکردن که یوهویی هر سه تاشون با هم شروع کردن به حرف زدن. هر سه تاشون یک صدا گفتن: ما باید ماشین بسازیم. اما چجوری باید این کارو میکردن بچه ها؟ اونا آخه چند تا مورچه کوچولو بودن. به نظرتون اونا با چی میتونن ماشین بسازن؟ به چه وسیله ای احتیاج دارن؟ اونا تصمیم گرفتن اطرافو بگردن و هر وسیله ای که فکر میکنن برای ساختن ماشین مناسبه با خودشون بیارن. هر کدومشون به یه سمتی رفتن. بعد از مدتی دوباره دور هم کنار همون خوراکی بزرگه که نتونسته بودن جمعش کنن و کنار همون جمع شدن. یکی از مورچه ها یه تخمه آفتاب گردون پیدا کرده بود که با کمک هم وسطش رو شیکوندن تا برای کف ماشین ازش استفاده کنن. اون دوتا مورچه دیگه هم چیزای گردی رو پیدا کرده بودن که میتونستن برای درست کردن چرخ ماشین ازش استفاده کنن. چقدر باهوش، حواسشون خوب جمعه ها بچه ها. مورچه ها با تلاش و پشتکار بعد از یه ساعت ماشین قشنگی رو برای خودشون درست کردن. حالا دیگه خوراکیاشون رو میذاشتن توی ماشین و به راه میافتادن. گاهی هم چند تا خوراکی رو با هم میبردن به خونه. اون روز سه تا دوست مهربون تونستن اون غذای بزرگ رو روی ماشینشون بذارن و به خونه ببرن. حالا میتونستن کنار اون غذاشون غذاهای دیگر رو هم بذارن. دیگه نیاز نبود غذاهاشون رو به دوش بکشن. حالا دیگه اونا هم غذا جمع میکردن و هم کیف میکردن. تازه کنار حمل غذاشون هم کلی استراحت میکردن. وقتی به خونه رسیدن، مورچه های دیگه با تعجب دوستاشون رو دیدن که با یه وسیله عجیب به خونه میان. مورچه ها وقتی ماجرا رو فهمیدن برای چند دقیقه ای با اشتیاق دست زدن و اونا رو تشویق کردن. ملکه مورچه ها اسم ماشین اونا رو ماشین مورچه ای گذاشت. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. داستان ششم، سگ خسیس و تنبل. دوستان عزیزم، بعد از این کارتون هنوز داستان های زیبایی دیگه ای هم تو این ویدیو هست. ما را دنبال کنید. یکی بود یکی نبود. زیر آسمون خدا توی یه شهر کوچیک و قشنگ یه سگ ولگرد و تنها زندگی میکرد. اون توی شهر سرگردون بود و گاهی به این ور و اون ور میرفت تا برای خودش غذا پیدا کنه. مردم گاهی اوقات براش غذا و شیر میذاشتن و گاهی هم بهش جایی میدادن تا استراحت کنه. سگ ولگرد روزگارش رو اینطوری سپری میکرد. اون یه خسرت خیلی بدی داشت، کمی خسیس و حریص بود. روزی از روزا وقتی داشت توی خیابون پرسه میزد، دید یه قصابی درش بازه. اون از خدا خواسته گرسنه و تنها وارد مغازه شد. مغازه خالی بود و کسی اونجا نبود. کلی گوشت از توی یخچالا آویزون بود.
روی میز قصابی هم پر از گوشت و استخون بود. اون هر کاری کرد، نتونست بره بالای میز، نتونست در یخچالا رو باز کنه. همه جا رو گشت، سعی کرد یه تیک غذا پیدا کنه. تا اینکه یه گوشه روی زمین استخون بزرگ و لذیذی پیدا کرد. به اون استخون مقداری هم گوشت چسبیده بود. خیلی خوشحال شد. استخون رو برداشت و یواشکی و تند و تیز از مغازه بیرون اومد. به دنبال جایی گشت تا آروم و ساکت و تنها بدون اینکه کسی ببینتش شروع کنه به خوردن استخون لذیذش. اون دلش اصلا نمیخواست سگای دیگه ی ولگرد شهر اونو با استخونش ببینن. پس بلند شد و راهی شد. دلش میخواست از شهر بیرون بزنه و یه گوشه دنجی پیدا کنه و راحت بشینه استخونشو بخوره. چقدر خسیس؟ خلاصه سگ قصه ما از کوچه ها و شهر گذشت تا اینکه به بیرون از شهر رسید. توی بیابون و دشتای اطراف شهر همینجوری چرخید تا جای مناسبی پیدا کنه، تا اینکه به رودخونه رسید. اونور رودخونه یه تک درخت خیلی قشنگی بود که فکر کرد اونجا هیچ کسی به سراغش نمیاد و راحت اونور رودخونه میتونه بشینه و استخونش رو با خیال راحت بخوره. همین که اومد از رودخونه رد بشه، عکس خودش رو توی آب دید. هپ 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 هپ، این سگه چی میگه؟ استخونش چی میگه؟ نکنه بخواد با من هم غذاشه؟ بهتره استخون خودمم بهش ندم، استخون خودشم ازش بگیرم. انقدر توی ذهنش با خودش حرف زد که خواست پارس بکنه و با سگ داخل آبم حرفاشو بزنه. برای همین دهنشو باز کرد که پارس کنه. آب آب ای ای چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ هب 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 بازه چی استخونم افتاد؟ حالا دیگه اون استخون خودش رو هم نداشت. این همه راه هم اومده بود تا با خیال راحت تنها یه جا بشینه و استخونش رو بخوره. داستان هفتم، خرگوش و لاک پشت. دوستان عزیزم، بعد از این کارتون هنوز داستان‌های زیبایی دیگه‌ای هم تو این ویدیو هست. ما را دنبال کنید. روزی روزگاری توی یه دشت سرسبز و زیبا حیوانای زیادی زندگی می‌کردن. میونه حیوانا خرگوشی بود که فکر می‌کرد از همه باهوش‌تر و زرنگ‌تره. روزی از روزها وقتی حیوانا سرگرم بازی بودن، خرگوش گفت این بازی‌ها وقت تلف کردنه. بیاین با هم مسابقه بدیم. چه کسی حاضره با من مسابقه بده؟ لاک پشت که میدونست خرگوش خیلی مغرور و خودخواهه و خوب میتونه چیزای بزرگی رو از دست بده، گفت من حاضرم. از این حرف لاک پشت خرگوش به خنده افتاد. حیوانام که اونجا بودن از حرف لاک پشت خندشون گرفت، چون میدونستن که خرگوش خیلی تند میدوه و لاک پشت خیلی آهسته. روباه به لاک پشت گفت مطمئنی که میخوای با خرگوش مسابقه بدی؟ لاک پشت گفت آره مطمئنم. اونا تصمیم گرفتن که مسابقه رو درست از همون نقطه شروع کنن و هر کی زودتر بالای تپه رسید برنده است. خرگوش حاضر و آماده ایستاد و لاک پشتم از خرگوش آماده تر و مسابقه شروع شد. وقتی مسابقه شروع شد، خرگوش با چند تا پرش بزرگ چند قدمی بیشتر جلو رفت. اما لاک پشت وقتی شروع کرد، قدماش خیلی کوتاه و آهسته و کند بود. همه ی حیوانا سعی داشتن تا لاک پشت رو تشویق کنن تا تندتر بره. همه تعجب کرده بودن و میخواستن بدونن که لاک پشت چرا قبول کرده که با خرگوش مسابقه بده. هیشکی نمیدونست که لاک پشت قصه ما کلی باهوش بود و از غرور خرگوش خبردار شده بود و خوب میدونست که این غرور جایی کار اون رو خراب میکنه. خرگوش که نیمی از راه رو رفته بود به پشت سرش نگاه کرد و دید بله،
لاک پشت از دور داره میاد، ولی خیلی آهسته و کند. همین باعث شد که کلی به خودش بباله و مغرور بشه. زیر درختی نشست و پاشو دراز کرد و خواست کمی استراحت کنه. اما یه دفعه خوابش برد. اما لاک پشت با همون قدمای کوتاه و آرومش به حرکتش ادامه داد. مدتی گذشت و لاک پشت به بالای تپه رسید، درست در کنار درخت و انتهای جاده‌ای که قرار گذاشته بودند. ناگهان خرگوش از خواب پرید و به پایین جاده نگاه کرد و میخواست ببینه که لاک پشت کجا رسیده، اما لاک پشت رو ندید. به بالای جاده به درختی که بالای تپه بود نگاه کرد. دید بله، آقا لاک پشت اونجا نشسته و داره دست تکون میده برای همه ی حیوانایی که پایین تپه نشستن و منتظر رسیدن آقا خرگوشه بودن، ولی حالا دارن از لاک پشت استقبال میکنن. اون روز همه ی حیوانا دیدن که لاک پشت با تلاش و پشتکار تونست این مسابقه رو ببره. پس بچه ها هیچ وقت مغرور نشیم و هیچ وقت هم از تلاش دست بر نداریم که میتونیم به بهترین موفقیت ها برسیم. داستان هشتم، کاکتوس و جوجه تیغی. دوستان عزیزم، بعد از این کارتون هنوز داستان‌های زیبایی دیگه ای هم تو این ویدیو هست. ما را دنبال کنید. یه روز سلماز و مامانش با هم به بازار رفتن. سر راهشون یه گل فروشی دیدن. سلماز کوچولو جلوی یه گل فروشی ایستاد. دست مامانش رو کشید و به مامانش گفت: مامان، از این گلای خاردار برام می‌خری؟ مامان به گلای پشت شیشه نگاه کرد و گفت: اینا رو میگی عزیزم؟ اینا کاکتوسن. بعدم به داخل گل فروشی رفتن و یکی از اون گلدونای کوچیک کاکتوس رو مامان برای سلماز خرید. سلماز کوچولو خیلی خوشحال بود. اون حالا یه گل کاکتوس خیلی خوشگل داشت. اون از گل کاکتوس خوشش اومده بود. سلماز توی خونه یه جوجه تیغی کوچولو هم داشت. جوجه تیغی سلماز رو دید که با یه گلدون کوچولوی کاکتوس به خونه اومد. اونو گوشه ی اتاق گذاشت و بعدم یه نلبکی زیرش گذاشت. سلماز با یه استکان آب به اون آب داد. جوجه تیغی کوچولو با تعجب گل و سلماز رو نگاه میکرد. آخه جوجه تیغی نمیدونست که اون یه گله. جوجه تیغی با خودش گفت: چه جوجه تیغی بسخره ای، چطوری آب بخوره؟ دو روز گذشت. جوجه تیغی کوچولو پیش خودش گفت: باید برم نزدیکش بشم، شاید بتونی با هم دوست بشیم. درسته جوجه تیغی بسخره ایه، ولی من فکر میکنم خجالتیه، باید بهش نزدیک شم، شاید با من دوست شه. بعدم یواش یواش به گل کاکتوس نزدیک شد. جلوی اون ایستاد و گفت: سلام، من تیغی هستم، تو اسمت چیه؟ ولی هیچ جوابی نشنید. جوجه تیغی کوچولو بازم با کاکتوس حرف زد: تو نمیتونی حرف بزنی؟ ولی هر چی میگفت بیفایده بود، جوابی در کار نبود. با تو هستم، چرا جواب نمیدی بابا کری؟ جوجه تیغی کوچولو این بار جلو رفت و با عصبانیت دستشو به کاکتوس زد و گفت: خب حرف بزن دیگه، چرا حرف نمیزنی؟ ولی ناگهان فریاد بلندی سر داد، چون که تیغهای نکتیز کاکتوس توی پنجه‌های کوچولوش فرو رفته بود. جوجه تیغی کوچولو آخ و واخ کنان رفت جلو و گفت: تو دیگه چه جور جوجه تیغی هستی بابا؟ چقدر بدجنسی، اصلا ازت خوشم نیومد. سلماز از دور دید که جوجه تیغی کوچولو دستشو به کاکتوس زده و دردش گرفته. تیغی کوچولو با کاکتوس قهر کرده بود و خودشو مثل یه توپ درآورده بود.
اون گرد و تیغ تیغی شده بود. سلماس جلو رفت و به اون گفت: هی ناراحت نشو جوجه تیغی کوچولو، قهرم نکن، این یه گله، اسمش هم کاکتوسه، فقط گلیه که مثل تو تیغ داره. آخه تو با یه گل قهر میکنی؟ بعدم کلی خندید. جوجه تیغی کوچولو دوباره مثل اولش شد. سلماس خندید و جوجه تیغی کوچولو با خودش گفت: هر چی بیخواد باشه، هر گلی اب بیخواد باشه، هر جوری اب که دوست داره آب بخوره، بعد دیگه فقط از دور نگاهش بکنم، باهاش هم صحبتی ندارم. بعدم راهشو کشید و رفت. داستان نهم، خرس و دو دوست. دوستان عزیزم، بعد از این کارتون هنوز داستان‌های زیبایی دیگه‌ای هم تو این ویدیو هست. ما را دنبال کنید. یک بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. دو تا پسر نوجوان بودن که سالیان سال بود با هم دوست بودن. اونا گهگداری با هم قدم می‌زدن و توی جنگل و جاده‌ها راه می‌رفتن. یکی از بچه‌ها خیلی زرنگ و باهوش بود، اما دوست دیگرش نادون و ترسو بود. دوست دانا سعی می کرد که به دوست دیگرش کمک کنه، اما اون یکی دوست که هم نادون بود و هم تنبل، تلاشی برای دوست دیگرش هیچ وقت نمی کرد. یه روز این دوتا دوست توی جاده‌ای با هم قدم می زدن، تا اینکه در حین قدم زدن خرسی وارد جاده شد. دنبال دوتا پسر دوید. اونا پا به فرار گذاشتن، خیلی ترسیده بودن. دوست نادان درختی پیدا کرد، از درخت بالا رفت، اما دوست داناش نتونست از درخت بالا بره. دوست دیگرش هم بهش کمک نکرد تا دستشو بگیره و از درخت بالا بره. وسط جاده دراز کشید و تکون نخورد. اونم درست موقعی که خرس پایین درخت داشت سعی میکرد پسر نادون رو از اون بالا بیاره پایین و یه لقمه چپش کنه. اون پسر بالای درخت خیلی ترسیده بود، اما خب خرس نمیتونست از درخت بالا بره، تا اینکه خرس متوجه پسر دانا شد که وسط جاده افتاده. به طرفش رفت. پسر نفسش رو تو سینه حبس کرده بود. خرس سعی کرد پسر رو تکون بده، بعد با لب و دهنش سعی کرد اون رو بو کنه. هرچی بوش کرد و تکونش داد، پسر تکون نخورد. خرس دیگه ناامید شده بود، از اونجا گذاشت و رفت. وقتی پسر دانا از رفتن خرس مطمئن شد، اونو صدا کرد و بهش گفت از درخت بیاد پایین. پسر نادون از اون پرسید: ببینم وقتی خرس اومد طرف گوش تو بهت چی گفت؟ پسر دانا گفت: اون به هم گفت این دوست دوست خوبی برای تو نیست، سعی نکن با اون دوستی کنی و از امروز نمیخوام دیگه با تو دوستی کنم، چون تو با این دوستیت میتونی به من صدمه بزنی. حالا که فکرشو میکنم میبینم حق با خرسه. پسر نادان تازه متوجه شده بود. اون پشیمون شد و از دوستش معذرت خواهی کرد. بچه ها، باید قدر دوستامونو بدونیم و سعی کنیم اونا رو مراقبت و مواظبت کنیم. امیدوارم که همه تون دوستای خوبی داشته باشین. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. داستان دهم، خرگوش باهوش و گرگ و روباه. دوستان عزیزم، بعد از این کارتون هنوز داستانهای زیبایی دیگه ای هم تو این ویدیو هست. ما را دنبال کنید. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. توی یه جنگل سرسبز یه خرگوش باهوشی زندگی میکرد. آقا گرگه و خانم روباه خسته شده بودن، انقدر که نقشه کشیده بودن تا خرگوش رو به دام بندازن، اما هیچ وقت موفق نشده بودن.
یه روز روباه مکار به گرگ گفت: اوه دیگه آقا گرگ، به خدا به جان شما من دیگه خسته شدم. بابا یه کاری کنیم، من یه نقشه ای دارم، خوبه که این دفعه دیگه هر جوری شده این خرگوشه رو شکارش کنیم بابا، یه لقمه چپش کنیم بابا، خسته شدم دیگه. آقا گرگ پرسید: چه نقشه ای کشیدی؟ دیگه میخوای چی کار کنیم؟ کاری بوده ما نکرده باشیم و نتونسته باشیم انجامش بدیم؟ بابا انجامش میدیم این نمیفته دودام، حالا چی هست؟ روباه کمی این پا اون پا کرد و گفت: تو برو ته جنگل، همونجا که قارچای سمی رشد میکنن، خودتو به مردن بزن، من پیش خرگوشه میرم، یه کاری میکنم که بیاد ببینه تو مردی، اون وقتو بپر و بگیرش، از دستش ندیا، تو رو خدا این بار بگیرش دیگه، اعصابمونو خورد کرد. گرگ قبول کرد و به همون جایی رفت که روباه گفته بود. روباه هم نزدیک خونه خرگوشه شد و شروع کرد به گریه و زاری. داستانو براش تعریف کرد و گفت که آقا گرگه قارچای سم میخورده و مرده. بعدم بهش گفت اگر میخوای مطمئن بشی میتونی بری ببینی. آره خرگوشه، اگه بدونی چه بلایی سرمون اومده، حواسمون نبود که رفتیم قارچ خوردیم، من که نخوردم، آقا گرگه یه بیچاره خورد، افتاد و مرد، میتونی بری خودت ببینی؟ خرگوش از این خبر خیلی خوشحال شد، پیش خودش گفت برم ببینم چه خبر شده، راست میگن یا دروغ؟ اون همون جایی رفت که قارچای سمی رشد میکنن. از پشت بوته‌ها نگاه کرد و دید بله، آقا گرگه افتاده روی زمین و تکون نمیخوره. خواست نزدیک بشه تا از نزدیک آقا گرگه رو ببینه، اما یه دفعه ایستاد، کمی فکر کرد، پیش خودش گفت اگه زنده باشه، اگه برم جلو، اگه یهویی بپره و منو بگیره و یه لقمه چپم کنه، بهتره که احتیاط کنم و مطمئن بشم که حتما مرده. پس از پشت بوته‌ها ولی کمی نزدیکتر با صدای بلند طوری که آقا گرگ بشنوه گفت: پدرم همیشه میگفت گرگ که میمیره دهنش باز میمونه، ولی گرگ پیر که دهنش بسته است. گرگ با شنیدن این حرف کم کم و آهسته دهنشو باز کرد تا به خرگوش نشون بده که واقعا مرده. خرگوشم که با دقت به دهن گرگ نگاه میکرد متوجه شد بله، آقا گرگه داره تکون میخوره و نمرده. فریاد زد: ای گرگ بدجنس، تو که نمردی، پس چرا دهنتو تکون میدی؟ پاشو پاشو، بازم حقت به جایی نرسید، پاشو برو خونتون. بله بچه ها، پس اگر باهوش باشیم همیشه میتونیم از خودمون محافظت کنیم. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. داستان 11 کبوتر و مورچه. دوستان عزیزم، بعد از این کارتون هنوز داستان‌های زیبایی دیگه‌ای هم تو این ویدیو هست، ما را دنبال کنید. روزی روزگاری مورچه کوچیکی بود که دلش آب خواست. اینقدر تشنه شده بود که دلش خواست بره کنار برکه تا کمی آب بخوره. مورچه پاهای کوچیکش رو روی یه تنه درخت گذاشت تا راحت تر آب بخوره، اما پاش لیز خورد و توی آب افتاد. مورچه کوچولو خیلی ترسیده بود چون شنا کردن بلد نبود. آخ 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 آخ، بچه ها یادمون باشه شنا کردن خیلی خوبه که بلد باشیم. خوشبختانه کبوتری از اونجا رد می شد، متوجه شد که مورچه به درد سر افتاده، پس سریع به سرعت برق و باد خودش رو به اون رسوند و شاخه کوچیکی به سمت اون انداخت تا مورچه بتونه از اون استفاده کنه و خودش رو نجات بده. مورچه به کمک کبوتر تونست از آب بیرون بیاد و بالاخره نجات پیدا کرد. از کمک کبوتر کلی تشکر کرد و به کبوتر گفت:
مورچه دستت درد نکنه، تو منو نجات دادی، خیلی ممنونم. من حتما غرق میشدم اگه تو به دادم نمیرسیدی. من ممنونم. کبوتر خیلی خوشحال شد ولی به اون گفت: خواهش میکنم، ما باید به هم کمک کنیم. تو هم اگه جای من بودی حتما همین کارو میکردی. مورچه کوچولو تایید کرد و گفت: مطمئنن، شک نکن، منم میتونم به تو کمک کنم. طولی نکشید که پیشگویی اون دوتا به حقیقت پیوست. اما چطوری؟ یه شکارچی تمکار کبوتر رو دید و تفنگش رو به سمت اون نشونه گرفت. اما ناگهان خارش عجیبی توی دست راستش احساس کرد. دقیقاً همون دستی که باید باها شلیک میکرد. چه اتفاقی افتاده بود؟ یعنی چی شده بود؟ کار آقا مورچه بود. وقتی که اون دیده بود که کبوتر به درد سر افتاده و شکارچی قصد شکار اون رو داره، دست شکارچی رو گاز گرفته بود. کبوتر هم از حواس پرتی شکارچی استفاده کرد و با تمام سرعت پرواز کرد و از اونجا دور شد. به کمک مورچه کبوتر هم جون سالم به در برد و نجات پیدا کرد. پس بچه ها خیلی خوبه که بتونیم به هم دیگه کمک کنیم. به کوچیکی و بزرگی هم ربطی نداره. میتونیم خیلی خوب و مهربون به هم کمک کنیم و همدیگه رو از خطر نجات بدیم. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. داستان 12 جوجه کاکلزری. دوستان عزیزم، بعد از این کارتون هنوز داستان‌های زیبایی دیگه‌ای هم تو این ویدیو هست. ما را دنبال کنید. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. یه روز قشنگ آفتابی، گنجش کوچولو پر می‌زد تا دنبال غذا بگرده. اون روز برعکس خیلی روزای دیگه، گنجش کوچولو خیلی پر زده بود، اما غذایی پیدا نکرده بود. یهو توی باغچه چشمش به یه ارزن افتاد. وای، چه ارزن بزرگی بود. آهنگ خوشحالی سر داد و نمیدونست چی کار بکنه. اون جیگ جیگ کنان شکر خدا کرد و نشست که ارزن رو برداره و بخوره. وقتی ارزن رو نگاه کرد دید خیلی درشت و تازه است. پیش خودش گفت حتما خوشمزم هست. ارزن رو برداشت تا نزدیک خونش بشینه و اونو بخوره. آخه خونش نزدیک باغچه بود. همین که کنار لونش نشست، مورچه رو دید. مورچه داشت دنبال غذا میگشت و معلوم بود که از صبح چیزی پیدا نکرده. گنجش که خیلی مهربون و دوست داشتنی بود، رو کرد به مورچه و بهش گفت: سلام مورچه جان. مورچه مهربون، بیا ببین چی پیدا کردم. یه دونه ارزن. خیلی خوشمزه به نظر میرسه. نصفیش مال تو، نصفیش مال من. مورچه خیلی خوشحال شد. اون میدونست که گنجشک خیلی مهربون و دوست داشتنیه. پس خوشحال رفت کنار گنجشک. اونا همین که خواستن ارزن رو تقسیم کنن و دوتایی بخورن، صدای خشخش برگا رو شنیدن. روی خشخش برگا یه جوجه کاکلزری داشت را میرفت. اونم دنبال دونه میگشت. گویا اونم نتونسته بود چیزی پیدا بکنه و بخوره. جوجه کاکلزری رنگش زرد بود و لاغر. خیلی بامزه و خوشگل بود. اون داشت توی باغچه همینجوری قدم میزد و غر میزد زیر لب. مورچه دلش به حال جوجه کوچولو سوخت. پس جوجه رو صدا زد و بهش گفت: آهای جوجه جون، جوجه مهربون، بیا ببین چی پیدا کردیم. یه دونه ارزن، خیلی خوشمزه است، تو هم بخور. گنجشک خیلی مهربونه، اونو با من تقسیم کرد. حالا ما میتونیم اون رو هم با تو تقسیم کنیم. پس بیا با هم بخوریم. جوجه خیلی خوشحال شد، دوید و اومد نشست کنار گنجشک و مورچه. حالا دیگه ستایی تصمیم گرفته بودن که ارزن گنده و تازه رو تقسیم کنن و بخورن. یهو یه صدایی شنیدن. یه صدای آشنا ولی نامشخص. کی بود؟ چی بود؟ یعنی کی میتونه باشه؟
خوب که نگاه کردن دیدن بله، زن صابخونه سفره گلدارشو داشت توی باغچه تکون میداد. این همون سفره است که همیشه پر از دونه های برنج و خورده نون بوده. هر وقت کنار باغچه می اومده غذاهای زیادی داشته. امروز انگار یک کمی دیرتر اومده، برای همین همه داشتن دنبال غذا می گشتن. سفره گلدار خودشو تکون داد و هرچی تو دامنش بود توی باغچه ریخت. بعدم به شاخه گیلاس آویزون شد تا هوا بخوره. گنجشک و جوجه و مورچه با خودشون گفتن خدایا شکرت از اینکه این همه نعمت به ما دادی. دوستای عزیزم، ممنون که با ما همراه بودید. یادتون نره روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و ما رو دنبال کنید و ویدیوهای ما را برای دوستانتون بفرستید.